مسلمانان در اندونزی تلاش می‌کنند تا با طرح‌های مختلف میان ادیانی از جمله برگزاری سمینارهای زیست محیطی، افزایش مساجد و کلیساهای سبز، سیاره زمین را از بحرانی که در آن گرفتار شده است نجات دهند. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است که فعالیت‌های بیشماری را برای حفاظت از محیط زیست با استفاده از آموزه‌های اسلامی انجام داده است. کشور اندونزی با هزاران جزیره خود در برابر افزایش سطح آب دریاها و دیگر رویدادهای شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات آب و هوایی ساخته دست بشر آسیب پذیر است و به دلیل موقعیت مکانی خود زودتر از بسیاری از کشورهای دیگر اثرات منفی بحران آب و هوا را احساس می کند. در سال 2007 زمانی که اندونزی میزبان اجلاس سالانه آب و هوای سازمان ملل در بالی بود، 10 رهبر مذهبی اندونزیایی از 6 گروه مذهبی بیانیه میان ادیانی درباره مسئولیت گروه‌های مذهبی برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا را ارائه کردند. این بیانیه بین ادیانی تعهد رهبران دینی را برای استفاده از آموزه‌های دینی و خرد محلی برای الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه در مردم با آموزش در مورد محیط زیست و آغاز پروژه‌های عملی حفاظت بیان می‌کند. از آن زمان نمونه‌های خوبی از این اقدام در اندونزی وجود داشته است و این کشور شاهد افزایش مساجد سبز و کلیساهای سبز دوستدار محیط زیست بوده است. از تازه‌ترین اقدام‌های اندونزی برای حمایت از محیط زیست، برپایی سمینار فرهنگی با عنوان مذهب و مسائل زیست محیطی، همکاری میان ادیانی برای توسعه پایدار توسط شعبه شورای حکمای مسلمان در این کشور می باشد. در این سمینار راه‌هایی برای فعال کردن نقش ادیان در هدایت رفتار انسان و افزایش تعهد اخلاقی نسبت به مراقبت از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدون تردید نقش دین جدا از سایر عوامل تأثیرگذار بر حفظ محیط زیست نیست، بلکه مکمل تأثیرات آموزش و قوانین در دستیابی به تغییر مؤثر و پایدار در عملکرد افراد و جوامع برای حفاظت از محیط زیست است. دین می تواند به طور مؤثری به تغییر رویه های فردی و اجتماعی از طریق خدمت به عنوان مرجع اخلاقی، پاسخگو کردن افراد، ترویج اصول احترام متقابل، محدود کردن مصرف بیش از حد و توزیع مجدد منابع به طور مؤثر کمک کند. ادیان مختلف در محوریت آموزه‌های خود خواستار مراقبت و حفاظت محیط زیست هستند، چرا که حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی آن نه تنها یک نیاز حیاتی برای تداوم زندگی، بلکه بخشی از وظایف اخلاقی و دینی است که افراد باید صادقانه به آن پایبند باشند. از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب دارم خدمتون. جناب آقای جمشیدی، با توجه به گزارشی که در مورد کارکرد مساجد و کلیساها در زمینه حفظ محیط زیست و تلاش میان ادیانی در این زمینه دیدیم و شنیدیم، به نظر شما چه کارکردهای مسالمت آمیز و صلح‌جویانه دیگری از این مراکز میتوان داشت؟ بفرمایید. بنده هم سلام دارم خدمت شما و بیننده های محترم شما. بنابراین بفرمایید یک تلقی فکر میکنم نادرستی از مسجد و محراب در بین مسلمان ها رایج شده. این تلقی رو باید اصلاحش کرد. بعضی فکر میکنم وقتی که میگه مسجد یا میریم سراغ محراب، محراب به معنای جنگه، حالا اینکه محراب یک سابقه دیرینه و گذشته هم داره. اون سابقه دیرینه و گذشته محراب بحث مرکز عبادت بودنه، یعنی خود مسجد یا داخل معبد یا هر چیز محل عبادت. وقتی که بحث از عبادت میکنیم، عبادت یعنی چه؟ یکیش همون نمازی که میخونیم یا روزه که میگیریم یا کلیسا یا صومعه که میرن، یکیش اون عمل عبادت که انجام میدن. عمل به دستورات الهی خودش هم عبادته. یعنی اگر که در مساجد
به عنوان مرکزی که مسلمان ها دیگه جمع میشن اوامر الهی بیان بشه. اوامر الهی یعنی معروف ها، معروف ها تماما اوامر الهی هستن. اگر ما این اوامر الهی و این معروف ها رو در بین مردم ترویج بدیم، آثار بسیار زیبایی میتونه در جامعه ما داشته باشه. خود همبستگی، میخوام مردم رو به سمت همبستگی دعوت بکنیم، میخوام مردم رو به سمت زیست مسالمت آمیز دعوت بکنیم، مردم رو میخوام به سمت اخلاق دعوت بکنیم. همینی که دوستان اشاره فرمودن در رابطه با محیط زیست، محیط زیست رو خراب نکنیم. اگر این بیاد یک پشتوانه دینی پیدا بکنه، به مراتب کارکرد بهتر و بیشتری خواهد داشت. بله، با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.